درود بر شما عزیزانم، بینندگان گرامی، به یک سری دیگر از برنامه های آشپزخانه لیوین ویدا از طریق یوتیوب خوش آمدید. امروز میخواهم برای شما دستور ماهی پرشده، شکم پرشده با املت رو بدم با برنج و کرفس. امیدوارم که از این برنامه ها شما نهایت لذت رو ببرید. حالا شروع میکنیم به این طریق که برای املت این ماهی شما میتوانید از ماهی سفید استفاده کنید، شما میتوانید از ماهی کیپور استفاده کنید، از هر نوع ماهی که دوست دارید. من 100 تخم مرغ اینجا میشکنم، به هم میزنم، نمک و فلفل اضافه میکنم، کمی گرد زعفران، مقدار خیلی کم. من زعفران رو آب نمی کنم به خاطری که با گرد زعفران می توان بیشتر استفاده کرد. به این طریق که زعفرانی که آب می کنید برای همون مدت خوبه، ولی وقتی زعفران رو که شما آسیاب می کنید، این زعفران برای مدت زیادی، حتی اگر در یخچال نگه دارید، می تواند برای مدت یک سال بماند. مایونز، خردل و نمک و فلفل و رطب چیلی می باشد میریزم که کمی مزه بگیره و به روی ماهی آب لیمو فشار میدم تا هر اندازه‌ای که دوست دارید. نمک و فلفل استفاده میکنم، و اینجا کمی از گشنیز. گشنیز با ماهی خیلی خوشمزه میشه، خوب شده. البته این گشنیز ها رو از بیرون نخریدم، اونها گشنیز های گلدون منزل میباشد. حالا میخوام به شما ها شرح بدم از آن دلیلی که من این چوب آشپزخانه رو پوشوندم با کاغذ فویل به این دلیل می باشه که اگر نه این چوب بوی ماهی می گیره، یا یه وقت اگر گوش استفاده می کنید بوی گوش می گیره. مگر در یک حال که شما دارای 3 چوب آشپزخونه باشید، یعنی یکی برای ماهی، یکی برای گوش و یکی هم برای سبزیجات. من دارم، ولی این الان به خاطر فیلم برداری از همین چوب استفاده می کنم. حالا داخل اینو من گشنیز گذاشتم، استفاده کنم برای این کار. باز داخل شوی موتورش میریزم، موتورش با ماهی و اجازه بفرمایید ببینید. الان من این املت رو سعی میکنم رولت بکنم، ولی اگر نتوانستی اینو به صورت یک رولت در بیاری هیچ اشکالی نداره. ببینید من باز میکنم ماهیو
حالا من اینجا چند حب سیر دارم، اونم خورد میکنم. ببینید نباید حتما ریز باشه، به هر طریقی که باشه میتواند ازش استفاده کرد. داخل ماهی بریزید، حال از این سوسی که داریم اجازه بفرمایید. من ماهی رو در داخل سینی فر گذاشتم به این طریق که دوباره یا از روغن زیتون استفاده می کنم برای این کار، برای روی ماهی، فلفل و نمک می زنم. بر می گردونم و این طرف ماهیو که اگر خونی چیزی از ماهی باز خواهد شده می پوشونم، می گیرم، روغن می زنم. نمک و فلفل و برش های لیمو. الان این ماهی رو من در داخل فر برای مدت 40 دقیقه 45 دقیقه با حرارت 180 که قبلا گرم کردم میگذارم. خب عزیزان، حالا برای آماده کردن برنج با کرفس و گردو، این کرفس رو خورد میکنیم. البته سعی کنید از جوانه های کرفس استفاده کنید که ممکنه که اون بالای کرفس چون نمیجوشه سفت باشه. حالا ملاحظه بفرمایید، این کرفسیه که من خورد کردم با اضافه کردن کمی روغن زیتون اینو سرخ میکنیم. الان توجه بفرمایید، ببینید که اینجا الان کرفس من دارم سرخ میکنم. البته قبلا مقداری دیگه سرخ کرده بودم برای رفاه برداشت برنامه. خاموش میکنم و با کرفسی که قبلا سرخ کردم با دو حبه سیر، حال میخواهم به این مغز گردو اضافه کنم. توجه بفرمایید، این گردویی که من خورد کردم به سیر، به کرفس سرخ شده و دو حب سیر اضافه میکنم. به هم میزنم. کمی فلفل اضافه می کنم.
کمی همون گرد زعفران به هم میزنیم. عزیزان من برنجو قبل از اینی که این کارو بکنم برای رفاه این که فیلم برداری این دستور آشپزی زیاد طول نکشه برنجو نیمه پخته کرده بودم و حال نگاه کنید ته دیگه برنج آبکش کردم ته دیگه برنجو کمی از همون زعفران باز می‌ریزم. مخلوط کردم اینو و اینجا میخواهم ته دیگو با سیب زمینی قشنگ درست بکنم. یعنی این سیب زمینی رو به این طریق بریدم، ببینید شما مثل برگ درخت یا برگ گل میباشه. برای قشنگی ته دیگ اینجا دوربین رو خواهش میکنم بگیرید و از این به شکل گل ته دیگو زینت میدم به این طریق در وسط دیگمون. ملاحظه کنید، اجازه بده یک دقیقه بفرمایید. حالا این تیکه هایی که زیاد اومده رو من اطراف دیگ به این طریق میچینم. عزیزان البته میخواهم بگویم که من یک ایرانی که هستم در اسرائیل و برنامه مسابقه بانوان آشپزی رو گذاشتم برای اولین مرتبه بعد از سالها که این برنامه رو من گذاشتم، مورد خیلی موفقیت برام بود و در روزنامه های اسرائیل و حتی در روزنامه خارج هم به زبان انگلیسی نوشته شده. شما می توانید از طریق وبسایت من www.elvida.co.il وارد بشید و ببینید و اونجا بخونید که چه برنامه های من گذاشتم و چطور پیشرفت کردم که باعث افتخار ایرانیان اسرائیل و جهان می باشم. حالا این برنجی که من آبکش کرده بودم قبلا نیم پخته آبکش کردم، ولی خیلی آهسته شما باید اینو در دیگ بریزید، خیلی آرام و آهسته که اون گلها از هم پاشیده نشه. این گلها رو من پوشاندم. اینجا خواهش میکنم دوربین رو بگیرید. حال از این کرفس و گردو سرخ شده به روش میپاشم. حال این مابقی کرفس و گردو که در ردیف پوشاندم، این در ردیف اول پوشاندم با برنج و دو مرتبه یک ردیف دیگه کرفس و گردو رو به روی برنج سفید ریختم. حال اینطور به این طریق سرپوش میذارم
و به روی گاز متوسط برای مدت 7 تا 10 دقیقه ملاحظه بفرمایید. الان بخار این دیگ خارج شده. من حرارت رو کم می کنم و دستمال کاغذی، نه از کاغذهای معمولی، البته این مانند حوله های آشپزخونه میمونه که من استفاده می کنم، می گذارم و اجازه می دم برای مدت 30-35 دقیقه روی حرارت متوسط پخته خواهد شد. البته اگر دیگ شما بزرگتر می باشد باید بیشتر روی آتش بمونه. عزیزم حالا برگشتیم به این، من ماهی ها از توی فر در آوردم، بعدا خواهید دید طرز زینت اونو. و الان اینجا من این برنج رو وارونه می کنم. همونطور که شما ها می بینید این تزیین دیگ می باشه، تردیگ می باشه و اینم ماهی. ببینید من میچرخونم که از هر طرفش، اگر شما دوربین رو از بالا بگیرید بهتر خواهد. بینندگان گرامی، خوشحال شدم که یک سری دیگر از این برنامه ها رو به شما عرضه دادم. امیدوارم که لذت برده باشید و دو برنامه قبلی هم دارم، از اونها هم بازدید کنید. و خواهشی که از شما دارم اینها رو برای دوستانتون، آدرس منو هم ویدیویی و هم پست الکترونی من که در زیر وبسایتم نوشته شده برای دوستانتون بفرستید تا با هم باشیم یک پل ارتباطی هم از رادیس این داریم و هم از این طریق. خدا نگهدار، در پناه خداوند یکتا باشید. وقت شما بخیر.